شهروندان هرات نگران امنیت مساجد و تکیه خانه ها در ایام ماه مبارک رمضان هستند. این افراد از مسئولان امنیتی می خواهند تا توجه جدی تری در تامین امنیت در شب و روزهای ماه مبارک رمضان داشته باشند. آنان از نهادهای امنیتی می خواهند که نیروهای امنیتی را در مسجدها توظیف کنند تا مبادا کدام رویداد تروریستی در هنگام ادای نمازهای پنجگانه به ویژه نمازهای شام و تراویح رخ دهد. شهروندان هرات از نهادهای امنیتی در این ولایت می خواهند که در روزهای ماه مبارک رمضان در راستای تامین امنیت مسجدها و تکیه خانه ها بیشتر تلاش کنند. این شهروندان میگویند در صورتی که در مساجد و تکیه خانه ها نیروهای امنیتی گماشته شوند، امنیت تامین خواهد شد و مردم با خیال راحت می توانند به نماز بپردازند. تقاضا دارم که در مبارک رمضان در مسجد جامع یا امنیت بگیرند. خدای نکرده نشه که این تیاری ها دگه مسلمان ها کشته شد. خواست ما از دولت اینه که در ماه مبارک رمضان امنیت تکیه خانه ها و مساجد و اینا بگیره. ما از دولت خواهشمندیم که تا در ماه مبارک رمضان، این ماه مبارک رمضان در تمام مساجد، جاهایی که مردم عبادت میکنم، امنیت خوب فراهم کنم تا مردم بتوانم به طور صحیح و کامل نماز خود را ادا کنم. در این حال سخنگوی پلیس این ولایت میگوید که فرمانده پلیس این ولایت تدابیر ویژه‌ای را برای تامین امنیت شهروندان در مسجدها و تکیه خانه ها گرفته است و آنان می توانند بدون کدام دغدغه‌ای برای عبادت به تکیه خانه ها و مسجدها بروند. پرسنل پلیس قمدانی امنی ولایت هرات انشاءالله در ماه مبارک رمضان آمادگی عام مقام دارند. مساجد و تکیه خانه ها هم پلانای تدابیر امنیتی خاص خود داریم و انشاءالله کوشش میکنیم کسی نتانه دست به حملات بزنه و باعث آزار و اذیت خود شهروندا بشه. مخالفان مسلح دولت آلا عطاب به عالمان دینی و نمازگزاران هم رم نمی کنند. پارسال مخالفان مسلح دولت به چندین مسجد در این ولایت حمله های انفجاری را انجام دادند و سبب کشته شدن شماری از عالمان دینی و نمازگزاران شدند.